سلام دوستان، من آرون جمشیدی هستم. خوش اومدید به دوره آموزش جیکوری گروه فرزان. گروه فرزان ارائه دهنده ویدیوهای آموزشی هستش. برای مشاهده محصولات دیگه این گروه میتونید به سایت modulshabakeh.com مراجعه کنید. خب بریم سراغ آموزشمون. اول اینکه میخوایم بدونیم جیکوری چیه. جیکوری یک پلاگین جاوا اسکریپت که خیلی به ما کمک میکنه کدامونو کمتر و آسونترش بکنیم. و اینکه چجوری میتونیم حالا ازش استفاده کنیم، میاد توی سایت jquery.com روی دکمه دانلود کلیک میکنید و هدایت میشید به صفحه جدید و از طریق این صفحه میتونید jQuery رو دانلود کنید. jQuery نسخه کامپرست داره، یه نسخه آنکامپرست. فرق این دوتا اینه که نسخه کامپرست برای اجرای همه فاصله های خالیش رو برداشتن، متغیره همه مثلا اسمشون ABCDه و حجمش تقریبا یک سوم نسخه آنکامپرسته. نسخه آنکامپرسته برای اونایی که برنامه نویسن میخوان مثلا فلان تیکه کد جیکوئری رو برای خودشون عوض کنن و تو پروژهشون استفاده کنن. وقتی که دانلود میکنید این کدو، میاد یه همچین فایلی بهتون میده، jquery.js، یعنی یه اسکریپت جاوا اسکریپت به اسم jQuery. خب من برای این آموزش یه فایل به اسم jQuery آماده کردم که اینو بعدم بهتون میدم، و برای این جلسه یک فایل به اسم همین یک ایجاد کردم که توش یه ایندکس HTML، یه همین فایل jQuery و یه استایل CSS گذاشتم و هیچی هم توش ننوشتم. اینا رو من با نوتپد پلاس پلاس باز میکنم. فقط همینجا کدای معمول HTML واسه شروع رو گذاشتم با یه تایتل جلسه یک، چیز دیگه ای نداشتم و استایل CSS مون هم که همینه. خب از همین اول شروع میکنیم به کد نویسی. اول اینکه واسه اینکه jQuery بیارید تو کد خودتون، مثل اسکریپت های جاوا اسکریپت میگیدونه اسکریپت مینویسید به این صورت و میاید SRC‌شو میذارید jquery.js، یعنی اسم همین فایل که دانلود کردید. حالا میتونه jquery مثلا منها 3.0.1 باشه، یعنی ورژن 3.0.1 که ما هم از آخرین ورژنش استفاده میکنیم تو این دوره. و اگه تو دوره های اگه تو نسخه های بعدیش هم متد جدیدی رو بردن، سعی میکنیم که تو ویدیوهای بعدیمون براتون بذاریم. تو این ویدیو هم سعی میکنیم با تقریبا اکثر متدهای jQuery شما آشناشید. خب حالا ما الان کد jQuery رو اضافه کردیم به پروژه‌مون. حالا کد خودمون رو چجوری مینویسیم؟ یا میاد اینجا یه فایل جداگونه درست میکنید و اینجا اضافه میکنید، ولی ما چون تو جلسات اول هستیم میایم تو همینجا مینویسیم، ولی از چند جلسه به بعد چون کدمون بیشتر و سنگین تر میشه میایم توی فایل دیگه اینو اضافه میکنیم. حالا الان چند تا ویجت هم اضافه میکنم به صفحه که بتونیم نتیجه کدای jQuery مونو ببینیم. خب یه دکمه اضافه میکنم و دو تا تگ پی، یعنی همون پاراگراف. خب اینجا یه پی که اس توش هم متنش رو میذارم همین مثلا سلام یک، و دومیش هم میذارم همین فقط سلام دو. این هم سلام دو. حالا اینجا تو باتر اون همی نویسیم کلیک، و برای استفاده از این باتن توی jQuery یه آیدی بهش میدیم که اسمشو مثلا میذاریم هاید. حالا میایم اینجا و میخوایم یه کد جاوا اسکریپت بنویسیم. کلن
اصول کد جاوا اسکریپت اینه که شما اول یه دالر میدهید، یه پرانتز باز و بسته و یه دات متدتون که ما الان میخوایم به ویدیو بزنیم. ویدی چیکار میکنه؟ میاد میگه که اگر صفحه من آماده بود، میگه اگر این داکیومنت دات ویدی، یعنی وقتی صفحه رو کامل لود کردی بیا حالا این کد منو بخون. و توش یک فانکشن می نویسیم، میگیم که اگه صفحه رو کامل لود کردی حالا بیا این فانکشن منو اجرا کن. به این فانکشن ما اسم نمیدیم چون فقط یه بار میخوایم ازش استفاده کنیم، جای دیگه لازم نیست استفاده کنیم. حالا میگیم که دوباره به همین صورت میگیم دالر، میگیم دالر چی؟ میخوایم بگیم که اگر این باتن، این دکمه ما کلیک شد، این دو تا تگ پاراگرافمون پاکشن. حالا به چه صورتی نمی‌نویسیم؟ میایم می‌نویسیم دالر دکمه هاید، این آیدی هاید کلیک شد، یعنی دات کلیک. میگیم زمانی که این کلیک شد بیا این فانکشن رو برای ما اجرا کن. حالا فانکشنمون چیه؟ میگیم که دوباره دالر، این دفعه میگیم هر چی تگ پی داریم، چون کلا دو تا تگ پی تو این صفحه داریم، اما تو جلسات بعدی میایم بهشون کلاس و آیدی و اینا میدیم که بهتر استفاده کنیم و تو پروژه هایی که اجرا میکنیم حتما حرفه‌ای تر کار انجام میدیم، ولی چون الان تو جلسات اول هستیم فقط واسه آشنایی داریم کارمون رو انجام میدیم. می نویسیم دات هاید. حالا این متغیر هاید، یعنی این متد هاید، میتونید همینجوری بنویسیدش که الان بذارید خودیشو ببینیم. اینو من سیو میکنم، اکس HTML رو میزنم. وقتی به این کلیک میکنیم دیدید که این دوتا تگ پیمون پاک شده. حالا این متغیر هاید میتونه دوتا ورودی هم از شما بگیره. ورودی اولش زمانه که به میلی ثانیه هست، ما گذاشتیم 1000 یعنی یک ثانیه. بعد دومی آلرته، آلرت هم به این صورت می نویسن و میگن که چی رو نشون بده. تو جلسات بعدی از آلرت حتما استفاده میکنه. فعلا میگیم که یک ثانیه طول بکشه پاک شدن اینا. الان ببینیم چی شد. اینجا می بینید که یک ثانیه طول کشید. حالا الان میگیم این استایل CSS مون هم یکم به این تک های پاراگراف همون استایل میدیم. میگیم که یه ویدث بهشون میدیم، میگیم 250 پیکسل. یه هیت هم بهشون میدیم، میگیم 200 پیکسل باشه. یه بکگراند کالر هم بهشون میدیم که مینویسیم یلو. و یه کالر هم بهشون میدیم که میذاریم رد. و همین تا یه اونو میبندیم. و حالا خروجی مون رو ببینیم. ما اینو نوشتیم، آها اینو اضافه نکردیم به خودمون. اینجا هم می نویسیم لینک HF روی style.css و ولش هم میذاریم استایل شیت. اینو فقط کپی میکنیم و میذاریمش اینجا و این تگ رو میبندیم استایل شیت. درست. خب حالا الان رو چک کنیم، می‌بینیم که اینجوری شده و از گوشه جمع میشه. حالا می‌خوایم یه دکمه دیگه اضافه کنیم به پروژه‌مون که توش بگیم که اسم اینم می‌ذاریم، یعنی نوشته توش هم می‌ذاریم هاید. حالا نوشته اینو می‌ذاریم شو، که آیدی اینم می‌ذاریم شو. حالا دقیقا یک همچین چیزی هم باید برای این باتن بنویسیم و با این هم می‌خوایم آشنا بشیم. پس میایم یه همچین چیزی می نویسیم، میگیم اگر آیدی شو کلیک شد تو بیا اینو شو کن.
یعنی نشونش بده. خب الان هاید رو میزنیم پاک میشه و شو رو میزنیم نشون داده میشه بهمون. خب حالا الان با یک با دو تا متد دیگه هم آشنا میشیم و کار این جلسه‌مون تموم میشه. حالا این دو تا متد دیگه چی هست؟ یکی موس اینتر هستش که اینجا میزنیم موس اینتر که واسه اینکه کار زودتر انجام بشه اینو میزنم اینتر و فعلا با این آشنا بشیم. خب اینجا هم می نویسیم موس اینتر دات کلیک شد بیا دات کنترل وی اینو میگیم بیا پاکش کن. این هم 1000 میلی ثانیه. این چیکار میکنه؟ میگه اگر این موس روی این دکمه رفت من اینو پاکش میکنم به همین صورت که دیدید. حتی یه پروژه دیگه بود توی اینجا و بعدش دیگه نشونش نمیده و اگه شروع بدهیم دوباره بهمون نشون میده. حالا یه موس لیو هم داریم که میگه اگه این حالا موس اومد از این بیرون که الان این هم مینویسیم میگیم یه باتن دیگه هم اضافه میکنیم به این به اسم موس لیو که میایم یک همچین چیزی هم برای این باتن مینویسیم. موس اینتر موس لیو و این رو شو میکنم. اینتر و حالا که بیام رو این بردارم این موس رو نشون نمیده. چرا این اتفاق افتاد؟ میگیم که موس لیف هشتگ موس لیف موس لیف. من یه اشتباه خیلی کوچیک کردم، این باید لیف باشه. اینجا هم به تب میکنیم لیف، اینجا هم میرسیم لیف. حالا الان ببینیم بوین اینتر که میکنیم همه چیز پاک میشه و از این که میایم بیرون همه چیز دوباره برمیگرده. و یک متد دیگه هم هست که در اصل مربوط میشه به همین چند تا متدی که بهتون گفتیم. این هستش که شما میگید که خب مثلا الان ما دوباره پویدار ببینیم میگید خب مثلا من اینو کلیک کردم های دوباره میخوام با همین کلیک کنم یا مثلا اومدم و این دکمه پاک شد حالا دوباره میخوام این نشون داده بشه باید چیکار کنم. خب الان متوجه میشین باید چیکار کنید. میایم اینجا و یک دکمه دیگه ایجاد میکنیم کنار این هاید بشو به اسم توگل. اینجا هم بنویسیم توگل و کار این دکمه به چه صورت هستش؟ اینه که این دقیقا میاد برعکس کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه که اگر این کلیک شد من میام اگه شو بود پاکش میکنم و اگه هاید بود میام شوش میکنم. حالا ببینیم چجوری سمت کارش. الان شو بودن اومد هایدش کرد، حالا دوباره که کلیک کنیم میگه خب هایده، حالا من میمون شوش میکنم. و میتونیم همین کار رو برای این دوتا دکمه هم انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی بیایم بنویسیم که اگر موس اینتر شد بیا توگل کن، اگر موس لیف شد هم بیا توگل کن. و یک متد دیگه هم هست باز همینا به اسم موس توگل که میاد دیگه خودش براتون چک میکنه که جلسه بعدی با این متد ها هم آشنا میشیم و یک پروژه خیلی جذاب هم تو جلسه بعدی انجام میدیم. این جلسه تموم شد. حتما با این کد رو بنویسید.
چند بار به طور که کامل حفظ باشید، با خودتون تکرار کنید. هر سوالی داشتید، هر نقد و بررسی داشتید، خوشحال میشیم به ما بگید و اینکه خیلی سریع سعی میکنیم بهتون پاسخ بدیم.